ارادت، کامبیز دیروازم، کماکان مخلص شما. شما سه هفته متوالی سه بازی جذاب از رفقای هنرمند بنده دیدید. به نظرم سه تا بازی یکی از یکی جذابتر بود. من که خیلی کیف کردم، امیدوارم شما هم کیف کرده باشید. مجددا اومدم تو این کافه و این بار 12 بانوی هنرمند رو دعوت کردم از همکاران محترمم که تشریف بیارن اینجا و مافیا بازی کنن. ولی از اونجایی که شناخت کامل از تک تکشون دارم و توی تمرین‌هاشون حضور داشتم، تمرین‌هاشون رو دیدم، میدونم که به شدت براشون جدیه مافیا و به شدت با تفکر بازی میکنن. پس میتونم از همین الان پیشبینی کنم و به شما این نویده بدم که سه دست جذاب، یکی از یکی جذابتر خواهیم داشت. حتما این سه تا بازی رو دنبال کنین. این سه تا بازی که تموم بشه، دوباره من میزبان 12 هنرمند مرد دیگه هستم از رفقام که در واقع میشه دور دوم آقایون. سه دستم با اونا بازی میکنیم، میشه 9 دست. 9 دست که تموم بشه، بهترین بازیکن ها، اصطلاحاً تاپ پلیر ها رو مجددا دعوت میکنم که برای شما فینال مافیا رو بازی کنم. چه فینالی بشه؟ حساب کنیم ببینیم چه فینالی بشه اون فینال. الان هم دیگه باید کم کم برسن، یه خود دیر کردن. به هر حال خانوم هم دیگه، خانوم هم تا آماده بشن و اونم لباس مافیایی بپوشن و بالاخره سرخط بشن بیان، یه خود فیلم بشه، اشکال نداره. یه خود بیشتر منتظرشون میشونم. سلام عرض کردم خانم اسکندری، خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. محبت کنید، مسئلت میگوید مسئلت نیستید. تونه بزنید رو میز لطفا. خدسان اصلا این همرام نیست. ارادت خانم و بابایان، خیلی خوش اومدید. سلام، خوبه؟ اصلا رو لطفا رو میز بذارید. خیلی کوچیکه. ما بعد که رومیز بزنیم خیلی سلاح کامل. ارادت خانم داوود نژاد، به به، درود بر شما. اسلحتون رو لطفاً بذاریم رومیز، خیلی سلاح کامل و گوشی تلفن اگر همراهتون هست. سپاسگزارم، تمنا میکنم. خیلی خوش اومدین. سلام از خواهد میکنه.
مجدد درود بر شما خانم سفیده، خیلی خوش اومدید. خوب هستین؟ اگر اصلا همراهتون رو بذارید خیلی خوب یک و دو و سی و چهار و پنج و هفت و هشت مدل یازده. خیلی هم عالی. خیلی خوش اومدید. من همین اول کار عرض کنم که قرار بود که 12 بانوی هنرمند اینجا بنده در خدمتشون باشم، ولی یکی از عزیزان مشکلی براشون پیش اومد همین نیم ساعت مونده به ضبط، که واقعا امیدوارم که سریعتر رفع کسالت بشه براشون، به دست بعد بتونن برسن. یکی از نقشا رو کم میکنیم که لول برقرار بشه که بازی جذابیت خودش رو از دست نده. خیلی خوش اومدین. من میشینم گوی و میدون دست شما. اول بفرمین چه خبر، کی مافیا رو دیده، قبلی ها رو کی ندیده، یه خورده گپ بزنیم یخ جمع آب بشه. همیشه میگن خانم ها صحبت نکنن، شما میگی خانم ها صحبت نکنن. ما میکنیم خانم ها شکلی کنیم، همین ساختار رو بریزیم بعد. بفرمین خیر و سلامتی و خوشی. خدا رو شکر. دست های قبلی رو کیا دیدن؟ یعنی فصل یک و دوی مافیا رو کیا دیدن؟ دیدین؟ تقریبا دیدین همه؟ من یک بار فقط. یک قسمت. چطور بوده؟ جذاب بوده براتون؟ من قبل از اینکه وارد بازی بشم خیلی نگاه نمی‌کردم و زیاد ارتباط خیلی هیجانی برقرار نمی‌کردم، ولی وقتی قرار شد بیام و بازی رو تماشا کردم واقعا جذاب بود. اصلا یه شکل دیگه بود و پشیمون شدم چرا قبلا ندیدم. قبل از اینکه سر جذاب‌ترین بازی دنیاست به نظر من، چون که تفکر این وسط حاکمه و آدم باید فکر کنه. یه چیزی بگم، چون خودم این توی این پوزیشن قرار گرفتم میتونم پیش بینی کنم اکثرتون شب راحتی رو سپری نکردید، چون خودم تا صبح نخوابیدم. فکر میکنم خیلیاتون شاید تا صبح نخوابیده باشید. درسته؟ من که تا دقیقه 90 ماشین نگاه، من همش داشتم فکر میکردم. آره رو راحت خوابیدم. شما حالا خواستم فرق کنه استثنایی، ولی به هر حال ما خدمت شما روی میزا مولتی کافی گذاشتیم. مولتی کافی میل کنین، کارو براتون جمع میکنه، بی خوابیتون رو حل میکنه. همو خواستین آب جوش هم میگم بچا بیارن خدمتتون. بریم برو بریم. این یک، الان این دو، این سه. کسی آیا میخواد به هم تر بریزه؟ یه بار دیگه هم بزنین آقای دیگه. از پایین بالا از بالا از پایین به بالا از پایین به بالا. این هم خوبه؟ عالیه. لطف کنید چشمای محترمتون رو ببندید، سرها رو به پایین. من همینطور که دارم کارتا رو پخش میکنم یه توضیحاتی هم دوباره عرض میکنم خدمتتون. 12 تا دوربین که حالا الان شده 11 تا، تک به تک روی صورت شما عزیزان فیکس شده و بسته شده. پس بنابراین تمام جزئیات تکون خوردن چشمتون و پلکتون ثبت میشه. هاشف میکروفون هم که بهتون وصله، صداهاتون در واقع ضبط میشه. فقط سرکار خانم داوود نژاد و من، لطف کنید چشاتون رو باز کنید، این کارتو من و شما با هم ببینیم، بقیه چشا بسته. حفظ کنید، مفهوم بود؟ من و خودشون کارتشون رو ببینیم. حفظ کردین؟ بله. حفظ کردین؟ بله. کارتتون رو بردارین، من و خودتون ببینیم. بقیه چشما بسته، من و شما ببینیم لطفا. مفهوم بود؟ بله. مفهومه؟ من و شما ببینیم. مفهومه؟ من و شما ببینیم فقط. مفهومه؟ مفهومه؟ بریم بریم حفظ کنید. بقیه لطفا چشما بسته. مفهومه؟ حفظ کنید. مفهومه؟ بله. متشکرم. بریم بریم متشکرم. لطف کنید چشماتون رو باز کنید، به چشماتون استراحت بدید. به چشماتون استراحت بدین، همدیگر هم یک نگاهی بکنید. اگر که موافقید میریم برای شب معارفه. با شمارش معکوس بنده شب میشه. 3 2 1 چشماتون رو ببندین. کامل چشما بسته دیگه. از اینجا به بعد خیلی قضیه جدیه، خیلی جدیه. 3 عضو مافیا فقط چشماشون رو باز کنن، فقط مافیاها چشماشون رو آروم باز کنن، همدیگر رو شناسایی کنن. پدرخوانده مافیا یه لایک نشون بده، نگه داره تا دوربینا ثبت کنن. دکتر لکتر یه لایک نشون بده، نگه داره. متشکرم. و عضو مافیای ساده هم طبیعتاً بله، مافیا بخوابن.
مافیا بخوابن. از اینجا به بعد هر کیو صدا میکنم چشماشو باز نکنه، فقط لایک بده به ما، شهردار بازی لایک بده به ما، نگه داره ما ببینیم، دکتر شهر یه لایک بده نگه داره تا ببینیم، نگه داره دکتر تا ببینیم، متشکرم. کاراگاه نگه داره کاراگاه تا ببینیم، متشکرم. روانپزشک شهر نگه داره لایکشو تا ببینیم، متشکرم. جان سخت بازی لایکشو نشون بده، متشکرم. همینطور که چشما بسته است حرفه‌ای لایک نشون بده با چشمان بسته، سپاسگزارم. دیدیم دو شهروند ساده هم لایک نشون بدن و نگه دارن و سپاسگزارم. دیدیم، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. سه دو یک، روز میشه. صبح شما بخیر. حالا بازی شروع شد. خدا رو شکر. حالا بازی شروع شد. حالا همدیگه رو دیگه با نگاه تیزبین نگاه کنید. یعنی سعی کنید از تو صورت همدیگه یه چیزایی کشف کنید. به هر حال بهش میگن آی کانتکت. یه رفیق خارجی داشتیم اسمش بود آی کانتکت. حالا من نمیدونم واسش چی میشه. تو چشم همدیگه نگاه کنید. ببینید آیا چیزی از توش در میاد. دیگه الان مافیاها همدیگه رو میشناسن ولی بقیه ناآگاهن. هر کی مایل سر صحبت باشه اعلام کنه. شما مایلی؟ سر صحبت سرکار خانم داوود نژاد، انتهای صحبت سرکار خانم عابدی. لطف کنید بیستید، معرفی، تعارف چالش و اعلامه. من زهرا هستم از نوع داوود نژاد، ملقب به والب. خیلی خوشحالم که اینجام. خدا رو شکر میکنم در جمع همه دوستان عزیز. و همین اول بازی تصمیم گرفتم که از لحاظ حسی فقط به سه نفر تارگت بزنم. یکی شما خانم نسرین، یکی شما خانم پروانه و یکی هم شما خانم اسکندری. متشکرم. سلام دوستان، من شبنم هستم از نوع قلی خانی. کسی چالش میخواد؟ شروع بازی البته، اما به هر دلیل باید ما تارگت رو بزنیم که بازی شروع کنه به چرخیدن. در شروع مافیای ذهنی من خانم افشاری و خانم رویا جاویدنیا هستن. متشکرم. دوستان، من نسرین مرادی هستم. خیلی خوشحالم که با شما وارد این بازی شدم. فراموش نکنیم فقط یه بازیه. میخوام تارگت بزنم با اجازتون نگار جونو. مرسی. ممنونم خانم ستوده، بفرم. سلام، من متین ستوده هستم. کسی چالش میخواد؟ خیلی خوشحالم که فارغ از هر چیزی در کنار شما امروز سپری میکنم، در کنار همه دوستانی که جلوی دوربین هستن و همه دوستانی که پشت دوربین هستن. من شهروندم و دوست دارم که شهروندا با قدرت این بازی رو ببریم. بفرمایید. سلام دوستان، ترلانم، ترلان از نوع پروانه. کسی چالش میخواد؟ خب امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشیم. خیلی خوشحالم که اینجام. خواهش میکنم که تارگت بزنیم چون شب کشته داریم قطعا و ما بتونیم که رد خون بگیریم. منم تارگت میخوام بزنم به واله عزیزم با تمام عشق و خانم ستوده، یعنی متین جان که تارگت نزدن، و خانم نسرین. بقیه صحبت ها رو گوش بدم، اگر زنده موندم روز بعد بهت. سپاسگزارم. من رویا جاویدنیا هستم. کسی چالش میخواد؟ من فقط سوالم این بود که شما چرا در مرحله اول بلند شدی گفتی من یه شهروند ساده‌ام و با این شروع کردی؟ اینو متوجه نشدم. خانم متین ببخش. خب در ادامه بگم که منم اتفاقا میخواستم بگم یه شهروندم و با قدرت پشت شهرم وایسادم. منم یه شهروندم و با قدرت پشت شهرم وایسادم. تارگت میزنم به خانم روزیتای عزیزم و نگار. نمیدونم چرا من به شما شک دارم ولی خب دارم دیگه. به هر حال ممنون. سپاسگزارم خانم، بفهمید. سلام به همه عزیزان، من لاله اسکندری هستم. خوشحالم که امشب در کنارتونم. کسی چالش؟ بفهمید.
علت این که من تارگت نزدم کلن پلنم این هست که در هر سه دست بازی دور اول تارگت نزنم شیومه چون که دوست دارم یه دست بازی به چرخه حتی اگه تو شب اول کشته بشم چون نمیتونم واقعا بی دلیل قبل از اینکه حرفا رو بشنوم تارگت بزنم و اینکه گفتم شهروندم خیلی محکم گفتم همچنان هم میگم. دوستان عزیز منم با نظر خانم سوتوته موافق هستم. اینکه لزوما کسی شب اول اعلام میکنه که شهروند هستش قطعا به موقعیت خودش آگاهه و دلش میخواد که بقیه شهروندش رو آگاه کنی، معنیش نیستش که داره دیگران رو به خطا میندازه. میخوام بگم این یک کلیشه که تو ذهن ما هستش که هر کسی اون چیزی که میگه قطعا نیست. نه من اینجوری نگاه ندارم. من فکر میکنم شاید یه وقتی بتونیم در واقع خیلی با صدای بلند موقعیتمون رو اعلام بکنیم، همونطور که من یک شهروند هستم در خدمتتونم. امیدوارم که بتونیم بازی خوب با هم دیگه داشته باشیم. و این نکته این که ما امشب سه تا مافیا داریم، یه دونه کمتره و شهر امیدوارم با قدرت بتونه مافیا رو شکست بده. متشکرم. سلام، من بهاره هستم افشاری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. والد جان، من فکر میکنم در ادامه صحبت دوستان این خیلی چیز طبیعی که یک شهروند بلند شه و این کارو بکنه و فکر میکنم تنها تارگتم خود شمایی جسارتن، به خاطر اینکه من جنس بازی متین و لاله جون خیلی خوب میشناسم و همیشه اول موقعی که شهروند هستن خودشونو به عنوان شهروند معرفی میکنن. اما متین عزیزم، شما اگر شهروندی که امیدوارم باشی لطف کن که چون کسی ازت نپرسید که تارگت زدی یا نزدی، وقتی یک جمله میگه کسی پرسیدن پس من اشتباه متوجه شدم، چون یه ذره من خودم روی جمله حساسم، ممکنه که شک کنم یا هر چیز. خیلی ممنون، سپاسگزارم. یه چالش هم به من میگه. آره من هول شدم، مثلا یادم رفت که تارگت بزنم به کسی چون دست اوله. دوست دارم به خانم نسرین جون اینجا یه تارگت بزنم، واله جون و نگار جون. به نظرم این سه نفر میتونن مافیای ما باشن. سلام، من کیمیا باباییانم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من فکر میکنم اتفاقا تارگت زدن تو شب اول روز اولم خوبه چون چالش داشته باشیم، حرفای همو بشنویم. من ترجیح میدم اتفاقا اول شهروندای شهر رو شناسایی کنم، ولی به هر حال برای اینکه بازی به چرخه تارگت میزنم به رویا جون و والی عزیز. سپاسگزارم، بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. ببخشید تا اینجای بازی من فکر میکنم که تارگتم از رو شما برمیدارم، والی عزیز، و دوست دارم دیگه بیشتر اسمشون نیاد چون احساس میکنم داره خیلی موج عجیب مافیایی راه میافته. بفهم میخوام. بله سلام، من روزیتا هستم و خیلی شروع خوبی بود. ممنون از اینکه اینطوری از من استقبال کردین، ولی من شما رو یک شهروند میدونم همون ابتدا. خدمتتون عرض کنم که به ما اینطور یاد دادن که ما تارگت بزنیم همون ابتدای بازی، برای اینکه بازی در واقع بچرخه و دوستان از خودشون دفاع کنن، اگر حرفی دارن بزنن تا ببینیم چه اتفاقی میفته و به شهر کمک کنیم که در واقع مافیا رو شناسایی کنیم. با اجازهتون، با تمام احترامی که برای دوستان خوبم قائلم، من برای خانم نگار این تارگت رو میزنم با اجازتون و برای خانم واله و نسرین جون. سپاسگزارم. نفر آخر صحبت کنه که بعد بریم برای رأی. من نگار عابدی هستم و خیلی خوشحالم از اینکه اینجا در جمع شما هستم. کسی احیانا چالش میکنه؟ من فقط یه سوال برام پیش اومد. روزیتا جون عزیزم، شما از کجا مطمئنی که ایشون شهروندن؟ چون خیلی با قاطعیت گفتی شما شهروند من، شما از کجا میدونست؟ ببخشید. خیلی خوشحالم از اینکه رویه‌ای دارم که دنبال صلح و آرامشم و اومدم توی این بازی برای اینکه خیلی دوست دارم توی این شهر صلح برقرار بشه. یادم میاد که دیشب تا مدت داشتم فکر میکردم که شهروند ساده باشم و خوشحالم که این اتفاق بر من افتاده. امیدوارم به عنوان یک شهروند ساده بتونم. ببخشید، شهروند ساده اسم یک نقشه، لطف کنید که اطلاق نکنید. میدونم منظورتون اینه که من عضو شهر هستم، ولی چون یک کارتی به اسم شهروند ساده داریم، درست. شما بفهمید شهروند عادی، شهروند یا حالا هر چی. و اینکه دلم میخواد که کس را قضاوت نکنم در ابتدا، چون این اصولا در مرام من هست،
و همین دلیلم در ابتدای کار تارگت نمیذارم، اما احترام میذارم به نظر دیگران. هر کس یک روش و شیوهی داره. بنابراین با وجود اینکه شک روی ادعی دارم، بهشون فرصتی میدم که تو دور بعد ببینم که چه پیش میاد. سپاسگزارم. خب نفر آخر بدین شما. 11 نفر این 6 رأی لازمه برای اینکه هر کس به دفاعیه بره. لطف کنی که از سرکار خانم داوودنژاد بیستین. رأی برای خانم داوودنژاد نگه دارین دوستان تا من بشمارم. 1 رأی بالاتر قشنگ محکم. آها 1 2 3 4 5 6 7 قطعا دفاع میکنین. بفهمید خانم قلی‌خانی. رأی برای خانم قلی‌خانی. بینگو. بفرمایید خانم مرادی بیستین لطفا. بیستین. رأی قاطع 1 2 3 4 دفاع نمی‌کنین. بفرمایید خانم ستوده. 1 رأی دفاع نمی‌کنین. بفرمایید خانم پروانه. 1 رأی دفاع نمی‌کنین. بفرمایید خانم جاویدنیا. رأی قاطع 1 2 3 رأی دفاع نمی‌کنین. بفرمایید خانم اسکندری. 1 2 دفاع نمی‌کنین. خانم افشاری. بینگو. بفهمید خانم بابایان. بینگو. بفهمید خانم غفاری. 1 2 3 4 5 رأی دفاع نمی‌کنین. بفهمید برای خانم آبدی رأی 1 رأی 2 رأی 3 رأی دفاع نمی‌کنین. تک دفاع خانم داوودنژاد. لطف کنین قیام کنین در برابر 10 قاضی که دارن شما رو به دقت نگاه میکنن دفاع کن. در این جمع پرستاره چقدر مافیا میباره، چقدر شهر میاره. دوستان عزیز توجه کنیم به بازی. بهاره اگر واقعا شهری که مدل شهرم به نظر من داری بازی میکنی، خواهش میکنم با من همراهی کن. در دور اول بازی هنوز هیچی به هیچی. مافیا انقدر داره زیرکانه بازی میکنه که همه نظرها رو به سمت من جلب کرده. البته من میدونم همیشه تو چشمم، ولی دارم بهتون میگم من یک شهروند بسیار محترم هستم و بسیار دلم میخواد که سریع بیاین هرکی که شهر به حرف من گوش میده، بیاییم الان دنبال مافیاها نباشیم، بیاییم خودمون رو شناسایی کنیم و به هم اون اطمینان رو در اون حلقه پیدا کنیم و بدونین به زرس قاطع میگم من مافیا نیستم. متشکرم. همونجوری بیستی لطفا چون تک دفاع بودین شما. لطف کنین برای خروج خانم داوودنژاد 6 رأی احتیاجه. بعد از اینکه دفاعشون شدیدین تصمیم بگیرین. رأی برای خروج خانم داوودنژاد کیا رأی میدن؟ 1 2 3 4 5 و 6 رأی خانم داوودنژاد. بفهمید کنار بنده بیستید. خانم داوودنژاد دفاعیتون نتونست اینجا بیستید لطفا. نتونست متقاعد کنه دوستان رو دفاعیتون و از بازی خارج میشین. کار حرکت آخر دارین. یکی از این 6 تا عدد رو انتخاب بفهمید. 5. در کمال خونسردی خانم سعی کنید که از این کار حرکت آخرتون بتونید خوب استفاده بکنید. فرش قرمز، یعنی این کاست رو جلوی هر کسی از عزیزان بذارید، اون عزیز فردا مستقیم به دفاعیه میره. حتی اگر هیچ رأی نداشته باشه مستقیم میره دفاعیه. این خدمت شما. یعنی و این خوبه که بره دفاعیه دیگه. من نمیدونم دیگه، یعنی از نظر شما به هر حال ایشون باید بره دفاعیه. این رأی گیری حالا خودتون میدونید، میتونه بلوف باشه، میتونه پلیتیک باشه، اون دیگه با خودتونه. 10 تا چشم منتظر به شماست که ببینید کجا میذارید. 10 تا چشم منتظر به شماست که ببینید کجا میذارید. خانم غفاری فردا مستقیم دفاعیه. تشویق کنین خانم داوودنژاد، محبت کنین، تشریف داشته باشین. آماده میشین برای شب اول بازی. 3 2 1 شب میشه. چشم ها بسته. دکتر شهر بیدار شه. فقط یک نفر رو نجات بده. یادآوری میکنم در طول بازی دکتر خودش رو یک بار و بقیه رو هر چند بار بخواد بتونه نجات بده. متشکرم. دکتر بخوابه. فقط مافیاها بیدارشن. سه مافیای ما بیدارشن. با هم مشورت کنن. من دست پدرخوانده رو فقط می‌بینم.
رفتم من دست به کلاکنده رو فقط بیرونم با هم مشورت کنم و شکارشون رو انتخاب کنم و به بنده اشاره کنم که من ببینم شکارشون یک نفر رو از گروه مافیا نجات بده، خودش رو یک بار در طول بازی و بقیه رو هر چند بار بخواد میتونه نجات بده. مافیا بخوابن. متشکرم. کاراگاه بیدار شه. کاراگاه بیدار شه. کاراگاه در طول بازی میتونه هر شب از من استعلام بده. یه وقتی بتونیم در واقع خیلی با صدای بلند موقعیتمون رو اعلام بکنیم، همونطور که من یک شهروند هستم و خدمتتونم. استلام یک نفر از من بگیره کارگاه. متشکرم. بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه. حرفه‌ای شهر. یادآوری میکنم هر شب میتونه یک شلیک داشته باشه، ولی اگر روی همشهریش اسلحه بکشه خودش از گزینه میره و اگر مافیا بزنه مافیا از گزینه. روزیتا جان عزیزم، شما از کجا مطمئنی که ایشون شهروندن؟ تصمیم بگیره به بنده اعلام کنه. آیا میخواد بزنه؟ بخوابه. حرفه‌ای بخوابه. روانپزشک بیدار شه. آیا میخواد به کسی سکوت پزشکی بده؟ متوجه شدم. بخوابه. جانسخت بیدار شه. جانسخت میتونه در طول بازی دو بار استعلام بگیره از من. حالا آیا الان در این مرحله استعلام میخواد یا نه؟ متشکرم. متوجه شدم. بخوابه. خب با شمارش بنده صبح میشه. 3 2 1. صبح شما بخیر. جان سخت استعلام گرفت. روانپزشک کسی رو سایلنت نکرد، تشخیص داد که همه میتونن حرف بزنن. و اما کشته شب. حالا شما خوبه؟ خوب هستی؟ یاد کلا قرمزی بخیر. نه خواهش میکنم، یاد کلا قرمزی افتادم. خیلی مخلصیم. کشته شب نداشتیم. به ادامه بازی میریم، ولی اول استعلام جانسخ رو خدمتتون اعلام میکنم. از بازی شما یک نفر خارج شده، خانم داوود نژاد، و اون یک نفر شهردار بازی بوده. ادامه بازی. سر صحبت خانم داوود نژاد بودن، شهردار محترم. الان سه تا میپریم جلو. خانم ستوده سر صحبت، خانم مرادی انتهای صحبت بفرمایید لطفا. کسی چالش میخواد؟ مرس. دوستان اصلا واقعا شهروندای عزیز کاملا مشخص بود که والد جز شهرونداست. وقتی تو شب اول داره 6 تا رأی میاره، خب 3 تاش مافیاست که داره بهش رأی میده. چرا اون 3 نفر شهروند دیگه انقدر دقت نکردیم و بی خودی رأی دادیم و ما شهردار اونو از دست دادیم؟ خواهش میکنم از شهروندا یه ذره بیشتر دقت کنید. یه لحظه قبل از اینکه شما شروع کنید، چون آب جوش روی میز شما گذاشتم، میترسم یخ کنه خدای نکرده، گفتیم که قهوه گلد هم خدمتتون بیارن اضافه کنن. رو میزاتون قهوه گلد هم هست، لطف کنید که اگه میخواین استفاده کنین. اینا دکور نیست. بفرمایید نوش جانتون. بفرمایید. خیلی متاسفم از حدس اشتباهم، خیلی زیاد نمیندازم گردن بازی ایشون، چون فکر کنم فرافکنیه. فقط خواهش میکنم از همه شهروندای عزیز، به رأی دادنتون، برای این بود که من دست اول گفتم دوست ندارم اتهام بزنم، به اتهام زدنتون و به رأی دادنتون بیشتر دقت کنین که بقیه توی اشتباه نیفتن که میخوایم اینجوری شهروند رو از دست بدیم. متشکرم خانم پروانه. خب دوستان، کسی چالش میخواد؟
من میخوام از دوستانی که به والا رای دادن یک بار دیگه این دستاشون رو ببینم. چه کسانی به والا رای دادن؟ شما بودین، شما بودین و شما و شما. مسلماً دو نفر از ما یا سه نفر از ما شهروند بوده، به اشتباه به دوست والامون رای دادیم. ولی من از دوستان شهروند دیگه خواهش میکنم دقت کنن و به ماهایی که حتی منی که رای دادم دقت کنین. کسانی که به واله رای دادن، رای خروج دادن به واله، در واقع روی اونا تارگت بزنن به عنوان مافیا. سپاسگزارم. نوبت خودتون. خب دوستان، خیلی صحبت جالبی بود. هم رای دادید شما، رفتن بیرون، هم صحبتتون رو با رای دادن پر کردین. این نمیشه. حالا با متین جان کار ندارم، ولی خانم قلی‌خانی یه دلسوزیه به نظرم اومدین خیلی عجیبی انجام بدین که احساس کردم یه ذره مصنوعیه. این که حالا خب رأی دادن دیگه، من خودم رأی ندادم، حتی گفتم چالش گرفتم، گفتم موج مافیاست، دوباره شما دو نفر دیگه اسم نیارید که اووردید. الانم دوباره چالش گرفتید، گفتید رأی دادیم کار نداشته باشه. شما که فرش قرمز دارید از یک شهروند، برای من مورد اتهامین. من به عنوان شهروند به شما البته هستین در دفاعیه، ولی رأی منم بودین. خانم اسکندری احساس میکنم خیلی میخوان خودشون رو مشغول نوشتن جلوه بدن، یعنی نمیخوام دیگه راجع به رأی صحبت کنم. همیشه هم به من تارگت میزنن، ولی اینکه من تارگت نزدن برای من جمله آخر لطفا جای شک داره. فعلا حالا چالش میگیرم، ولی شما دو نفر مورد اتهام. سپاسگزارم. خانم جاوید نیا بفهم. نگاش کن آکتوس، ای پفک نخورده. آیا علی مردانی کمپریسی خاکوری؟ دیشب من شام خوردم. خب مردم دارم میبینم تو در جریان دیروز. وقتی متوجه شدم که دیگه شما رفته بودی تجریش قندی. جوکر این هفته رو از دست ندی. کسی چالش میخواد؟ خب منم در تایید حرفای ترلان، اولا خیلی متاسفم از اینکه ما والا رو از دست دادیم. یه شهروند خوب به درد بخور، حیف. توی یه رأی‌گیری سطحی یه نیروی خوب از دست دادیم. منم تارگت میزنم به لاله عزیزم و همچنان روزیتا و نسرین. سپاسگزارم. خانم اسکندری بفرمایید. دوستان کسی چالش نمیخواد؟ اولا اینکه منم خیلی متاسف شدم که خانم والا رو از دست دادیم به عنوان شهردار، چون نقش خیلی مهمی داشتن. ولی واقعیتش اینه که تبریک میگم به دکتر که قطعا یکی از شهروندا رو دیشب سیو کرده که ما کشته‌ای نداشتیم، که مسلما مافیا تیراندازی کرده و دکتر هر کی که هست خیلی تشخیص خوبی داده به نظر من. اینکه خانم پروانه میگن تو چرا یادداشت میکنی، چون قبل از برنامه من گفتن که ما نوت شما نمیتونیم برداریم، بعد در آخرین لحظه این اتفاق افتاد. این از ذوق زدگی من خانم پروانه که اینا رو یادداشت میکنم، هیچ ربطی به موضوع دیگه ای نداره، فقط برای اینکه از ذهنم پاک نشه. دوستان ما الان متاسفانه یک شهروند خوب رو از دست دادیم و میگم حالا همون صحبتی که خانم غفاری کردن، من خودم هم به خانم والا رای دادم، ولی خب به هر حال شاید شکل بازیشون جوری بود که کمی ما رو به خطا انداخت. با نوع بازی که من قبلا با ایشون داشتم در تمرین ها احساس کردم که به مافیا نزدیکتر هستم، ولی خب اینجا اشتباه خودم رو میپذیرم. ولی خواهش میکنم از شهروندان عزیز با چشم بازتر کار کنیم که مافیا نتونه به این سرعت ما رو شکست بده. سپاسگزارم. سرکار خانم افشاری. خانم دکتر خیلی ممنونم. هر کس که بودی دست شما درد نکنه، چون با اون چالش میخوای بفهم. ببخشید تارگتاتون کیان الان بعد از رأی که بخوان داوود نجات دادین؟ اون که گفتیم من خانم نسرین جواب نداریم. تو چالش بگیرین صحبت کنیم. اگه چالش گرفتین حتما به من بگین که من شهروندام خیلی. بعد این سوالی هم که شما میکنه، حالا شما رو مثال میزنم، این سوال میتونه به ضرر سایدتون هم باشه، چون طرف ناخودآگاه میاد جواب بده و بعد آره حواستون باشه که آره فقط لایک و دیسلایک میتونه جواب بده. روزیتا جان، کاری که شما کردی شبنم جانم انجام دادن، یعنی بلند شدن و ابراز تاسف که از بیرون رفتن والای عزیزمون
من الان فکر میکنم که شما حتما شهرید، ولی نوع بازی که داری میکنی روزی تا بازم میگم ما هممون یه سری شهروند ناآگاهیم، الان نمیتونیم به هم دیگه تارگت های قطعی بزنیم، همش داریم آزمون و خطا میکنیم، ولی کاری که شما انجام دادی من یه ذره شما میتونستی چالش نگیر و تو نوبت خودت اینو بگی، همون کاری که شبنم عزیز انجام داد. در نتیجه من یه ذره توی دوره قبلم به شما شک داشتم، الان زنم بیشتر تا خیلی عذرخواهی میکنم. همین فعلا خانم بفرمایید. خانم باباییان بفرمایید. خیلی خوشحالم که دکتر کارشو درست انجام داد، این باعث شد یه نفر ما جلو بیفتیم، ولی یکم گیج شدم به خاطر صحبت روزیتای عزیز و نگارم برام الان جزو تارگت هامه. نمیدونم والی عزیز بازی خودش اشتباه بود یا چون چهار نفر شهروند بهش رای دادیم، سه تا مافیا چهار شهروند، هفت تا رای داشت، احتمالا خودش اشتباه بازی کرده. بازم هرجه بود. بله حتما. پروی جواب سوال ترلانجو که گفتم به کیا تارگت زدی، دوستانی که خیلی در سکوت دارن بازی میکنن مثل خانم رویا، خانم نسرین و نگار جون، احساس میکنم این سه نفر در واقع جزو مافیای من هستن. نوبت شما بود. بله خیلی خیلی خوشحالم این اتفاق داره میفته، برای اینکه من که میدونم شهروندم و یک شهروند بسیار مهمم هستم برای شهرتون، و مثل والا اگر برم بیرون متوجه میشین که چه اشتباهی کردین. از دکتر شهر میخوام که امشب منو سیوم کنه، چون میدونم که امشب من هدف قرار میگیرم. کسانی که با من مخالفت کردن مافیایی صد منن، یعنی خانم شما و شما هم هزار منی. خدمتتون عرض کنم شما دو نفر در واقع رأی دادین، ولی من کسی بودم که شهامت اینو داشتم که بگم که من شهر بودم و به اشتباه به واله رأی دادم و متاسفم، و از دوستان خواستم که دونه دونه خودشونو معرفی کنن کسانی که به واله رأی دادن. اگر یه مافیا بودم هرگز این کارو نمی‌کردم، یعنی دوستان خودم رو هیچ وقت وسط در واقع این معادله قرار نمیدادم که بقیه شهروندا رو روشون در واقع فوکوس کنم. خیلی ممنون، امیدوارم که رأیتون رو پس بگیرید. سپاسگزارم. خانم آبدی بفرمایید. بله من در بفهم روزیتا جان عزیزم، من هم اول گفتم من ما هممون داریم آزمون رو خطا میکنیم، همه شهروندا داریم این کار رو انجام میدیم. من تارگت جدی به شما نزدم، گفتم شما من به سوء ظن دارم به دلایل کارهایی که خودت داری میکنی، و همه ما ابراز تاسف کردیم از بیرون بودن واله. در نتیجه فکر میکنم که داری یه ذره چلوغ میکنی، موضوعی میکنی نوبت خودتون. قبل از هر چیز میدونم خیلی تکراریه، ولی منم خیلی متاسف شدم از بیرون رفتن بالای عزیز، و خیلی حسی و شهودی احساس میکردم که توی تیم خودم و یک شهرونده و هرگز بهشون رأی ندادم. خوشحالم، ولی خب این خوشحالی درد رو دوا نمیکنه. در مورد اینکه در سکوت بازی میکنم، کسانی که اینجا دوستان و همکاران من، کسایی که قبلا با من کار کردن، میدونن که من کلا آدم درونگرا و کم حرفی هستم. وقتی بخوام حرف بزنم درست حرفمو میزنم، ولی تا لازم نباشه حرف نمیزنم، و فکر میکنم الان بچه ها میدونم، و اینجا جاش بود که یکم سکوت کنم، چون معمولا همونطور که گفتم خیلی صبوری میکنم تا دیتیل های بیشتری از جزئیات بیشتری از کاراکتر آدم ها. معمولا خیلی سعی میکنم تا جزئیات بیشتری از شخصیت همکارانم حالا در هر فضایی به دست بیارم تا بتونم اون اتهامو بزنم. فکر کنم اگه کاراگاه میشدم از اون کاراگاه های خیلی خیلی دقیق و آرام پیوسته. زمین هر جمله یه فعل داره. تشکر رو فهم. دوستان کسی چالش میخواد؟ بفهم. در این حال که بازی یه ذره سخت شد، یه ذره آسونم شد. من الان میخوام که اتهام بزنم. به دو نفرم میخوام اتهام بزنم. به بهاره عزیزم و به روزیتا غفاری. و یک نفر به خاطر شکل کارکترش که میشناسم برای من الان شهرونده،
و اون شبنم قلی خانیه، چون خیلی شناخت دارم روش. سپاسگزارم. خب من خواستم الان در شروع صحبتم بگم که متین چرا تو این همه به تارگت خورده و تو به کسی تارگت نمیزنی؟ این برای من یه ذره شک برانگیز بود. حالا الان دیگه اول صبر کردم خودت صحبت کنی و این تارگت رو زدی، اما با لایک و دیسلایک هایی که خانم نسرین میده بهش مشکوکم. نسرین به نظر من یکی از مافیاهای منه، ترلان مافیای دوم منه و برای متین هم 50-50 هم به دلیل اون رأیی که داد و احساس میکنم که یه مقداری بیشتر گرایشم به سمت مافیاست برای تو. متشکرم. نفر آخر لطفاً خانم مرادی. لاله جان، اینکه سکوت دلیل بر این میشه که کسی مافیاست، من فکر کنم فکر درستی نیست. چالش برام. داریم صحبت کنیم. هر بچه حرف نزنید لطفاً. همین الان میخواستم تشکر کنم از اینکه نظم و رعایت دارید میکنید. باور کنید میخواستم تشکر کنم. سلامش کرد. بفرمایید. و کاملا با بهار جون موافقم. ما اگر تارگت زدیم همون لحظه اول، دلیلش این نبود که شناخت کافی داریم و قطعا دست میزنیم روی کسی که مافیاست. فقط میخواستیم که بازی راه بیفته و فکر میکنم شروع خوبی بود. متاسف هستم از اینکه من هم رأی دادم اینکه خانم داوود نژاد رو از دست بدیم. الان دیگه شهرمون شهردار نداره. همشهری ها حواستون رو جمع کنید. همین. سپاسگزارم. خب شما نفر آخر بودید. برای رای گیری 10 نفرید، 5 رای کافیه برای اینکه به دفاع برید. سرکار خانم ستوده بیستیم لطفا. رای برای خانم متین ستوده نگه دارین بشمارم. 1-2-3 رای دفاع نمی کنید. بفهمید خانم پروانه بیستیم لطفا. رای برای خانم ترلان پروانه. 1-2-3-4 رای دفاع نمی کنید. بفهمید سرکار خانم جاویدین بیستیم. رای برای ایشون 1-2-3 رای دفاع نمی کنیم. بفهمی خانم اسکندری. رای برای خانم لاله اسکندری 1 رای دفاع نمی کنیم. بفهمی خانم افشاری. رای برای خانم افشاری 1-2 رای دفاع نمی کنیم. خانم بابایان. رای برای خانم بابایان 1 رای دفاع نمی کنیم. بفهمی خانم غفاری. ایشون که فرش قرمز دارن مستقیم تو دفاع هستن البته، ولی رای هاشون رو ببینید. بله. رای برای خانم غفاری کی میده؟ بله دیدم. دیدیم. بله شما دفاع قطعا میکنید. خانم آبدی بیسیم لطفا. رای قطعی. بله خجالت نکشید. رای 1-2 دفاع نمی کنید. بفهمید تأخیری هم ندید. دفاع نمی کنید. بفهمید خانم قلی خانی. رای برای خانم قلی خانی 1 رای دفاع نمی کنید. بفهمید لطفا. و خانم مرادی. خانم مرادی بیسیم. رای برای ایشون 1-2-3-4-5 رای شما دفاع میکنید. دو نفر در دفاع بفرمایید. خواهش می‌کنم دو نفر در دفاعی هستن. یه نفر که فرش قرمز داره. اول خانم غفاری قیام کنین. شما بفرمایید. خدمتتون عرض می‌کنم دفاع کنید. خواهش می‌کنم بچهای شهر اصلا حواستون نیست. من برم بیرون. دقیقاً تکرار می‌کنم مثل واله پشیمون خواهید شد. من متوجه نمی‌شم شما منو آوردین توی دفاع، ولی دوستانی که من بهشون تارگت نزدم اصلا نمیام بالا. چرا؟ اگر واقعا جدال بین دو تا گروه، بین دو نفر، حتی میتونم بهتون بگم من از بچهای شهر میخوام همونطوری که به من دارن رأی میدن که من بیام توی دفاع، خواهش میکنم به کسانی که من دارم تارگت میزنم به اونها هم شما رأی بدیم برای اومدن به دفاع. اگر متاسفانه شهر دارم نداریم بگم امشب ملغا کنه، من حتما هدف قرار میگیرم امشب. شما دو نفر یعنی خانم ترلان و خانم افشاری کسانی هستین که مصرن دارین به من رأی میدین و مافیای هزار من هستین. سپاسگزارم. خانم مرادی دفاع کنید لطفا. همونجوری که گفتم شهرمون شهردار هم نداره. حالا حرف من رو نمیخواید بپذیرید، مشکلی نیست، ولی شهرمون رو داره مافیا اشغال میکنه و قطعا هممون رو از بین خواهد بود. من فقط همینو میتونم بگم، حواستون رو جمع بکنید. صادقانه دارم بهتون. همین تمام. دفاع دیگه نداریم. پای چوبه داره ها دیگه. خب خواب نیمروز، در واقع چرت نیمروزی، لطف کنید چشماتون رو ببندین. میریم به خواب نیمروزی. شهردار که خب در جریان هستیم که اصلا نداریم. پس رأی رو میشمارم برای خانم روزیتا غفاری. رأی خروج برای خانم روزیتا غفاری میشمارم. نگه دارید. متشکرم. دست رو بندازید. رأی خروج برای خانم نسرین مرادی میشمارم. دست رو نگه دارید.
متشکرم. دستا رو بندازید. 3 2 1 ادامه روز لطفا بیداشت. خب سرکار خانم روستا غفاری سرعی و سرکار خانم نسرین مرادی 5 رأی. پس بنابراین خانم مرادی جمع رو ترک میکنن. تشریف بیارید اینجا برای وصیت آخر. کارت وصیت آخر. سکوت دلیل بر این باشه که کسی مرادیاست. من فکر کنم فکر درسته نیست. خانم مرادی جمع رو ترک میکنن. تشریف بیارید اینجا برای وصیت آخر. شماره 1 تا 6 بدون 5 کدومش؟ 1 1. بی خوابی یعنی که ما امشب شب نخواهیم داشت و ادامه روز رو بهش میپردازیم. تشویق کنین خانم مرادی رو لطفا. سپاسگزارم. چون که شب نداریم میریم روز. سر صحبت خانم ستوده بودن. 1 2 3. سر صحبت خانم اسکندری. انتهای صحبت خانم جاوید نیا. بفرمایید دوستان. چالش خانم ستوده. خب الان یه ذره تکلیف برای من روشن‌تر شد. 2 نفر توی دفاعیه بودن و 1 نفر رأی خروج گرفت. 1 نفر رأیش کمتر بود. چرا؟ چون شب بود، چشمامون بسته بود و همدست‌هاشون رأی ندادن. و من الان مطمئنم که اگر جان سخت استعلام بگیره، حس شخصی منه که خانم نسرین شهروند بودن. اعتقاد دارم امشب الان که بیخوابیم هست اجماع کنیم روی خانم غفاری. سپاسگزارم. بفهمی خانم اسکندری. دوستان خیلی داستان پیچیده شد. من خیلی متاسفم از اینکه یعنی اگر پیش بینی شما درست باشه خب خیلی باعث تاسفه که فکر کنم 2 تا شهروند از دست دادیم. ما 10 نفر بودیم که 2 نفر تو دفاع بودن و 8 نفر میتونستن رأی بدن. که 3 تاش رو به خانم غفاری دادم و 5 تاشون به خانم نسرین. الان چیزی که شما دارین میگین واقعا آدم بهش فکر میکنه که قطعا مافیا دیشب رأیشون رو برداشتن از روی خانم غفاری و احتمالاً سعی کردن یکی از شهروندای ما رو هول بدن به بیرون از بازی. منم از جانسه خواهش میکنم که امشب یه استعلام بگیره و ببینیم که وضعیت شهر به چه شکله. خیلی فرصتی نداریم. اگر واقعا 2 تا شهروند از دست داده باشیم با 2 تا حرکت غلط شهرمون کلا میفته دست مافیا. خواهش میکنم دوستان یه ذره بیشتر تلاش کنم برای شهرشون، چون احساس میکنم بعضی خیلی در سکوت و آرامش در واقع هیچ فعالیتی توشون نمیبینیم. سپاسگزارم خانم. لطف کنیم بیشتر اکتیو باشیم. بچه ها خواهش میکنم از اینجا به بعد یه ذره دقیق تر بشین بفهمید. دوستان ببینید اصلا این که خانم نسرین جز مافیا بوده و خانم ستوده از کجا میدونی که ایشون شهروند بوده؟ معلومه دوتاشون مافیا هستن. اشتباه نکنید. ما دیگه امشب شب نداریم چون بیخوابی داریم. بنابراین اجماع کنیم رو خانم ستوده که زودتر تکلیف خودمون رو شهروندا بدونیم. پس خانم لاله شما که دیسلایک میدی شما هم جز مافیایی برام. من یه توضیح بدم. امشب شب داریم. دیشب شب نداشتیم. یعنی ما چون دیگه شب نداشتیم، خریدیم روی روز بعدی. ولی امشب طبیعتاً شب داریم. شبنم جان، کسی که خوشحال میشه که شب نداریم شهرونده. درنچه چون من مطمئنم که شما شهروندی، یعنی حداقل اینجوری تا الان نشون دادی. لطفاً یه ذره الان می‌خواستم بگم به جمله‌هامون خیلی دقت کنیم، برای اینکه خانم اسکندری 2 بار به ضرس قاطع گفتن که مطمئنی 2 تا شهروند بیرونه. شما چطور انقدر مطمئنی؟ و اینکه متین داره پشت دست شما بازی میکنه، یعنی شما 2 تا بازیتون توی راسته. من به شما 2 نفر فعلا تارگت میزنم. روزیتا اگر شهری، خواهش میکنم همین امروز تا قبل از شب منو قانع کن که شهری با منطق با فکت. من الان تارگت جدید پیدا کردم از روی حرفاشون، چیزی که شبنم گفت راجع به متین و چیزی در حقیقت حرف نامناسبی که خود لاله جون زد. ولی اگر شهری، خواهش میکنم نذار من یه افسوس دیگه مثل واله تو دلم بمونه و خودتو به من اثبات کن. سپاسگزارم. کسی چالش میخواد؟ من. ببست من کاملا با شما مخالفم بهارشون، به دلیل اینکه هر کسی از پوزیشن خودش مطمئنه. من به قطع میگم 100% شهرم و یک شهروند مفید.
اتفاقا الان نظرم برگشت به شما و خانم شبنم جون که دقیقا موازتون شکل همه و این تأکیدی که دارید که از کجا میدونی. من گفتم اگر اون چیزی که خانم ستوده گفتن صحت داشته باشه و اون دوتا یکیش که خب مشخص شهره، خانم نسرین هم اگر واقعا شهر بوده وای به حال ما شهرونده که نتونستیم درست تشخیص بدیم شهروندامونو. و اتفاقا اصلا یه ورق برگشت برای من به شما و خانم قلی‌خانی بیشتر سپاسگزارم. نوبت خانم بابایی. متاسفانه یکی از استعلامای جان سخت و برای یه نفر که تو روزم رفته بود تو شب رفته بود. جفتشون توی روز رفتن. آهان تو روز رفته بودن. از دست دادیم الان فقط یه استعلام مونده. من به فکتی که متین جان در مورد روزیتا آورد معتقدم درسته، اعتماد میکنم، ولی اگر امشب جان سخت استعلام بگیره و ایشون شهر باشه متاسفانه مشخصه که متین جان خودش. سپاسگزارم. کسی چالش میخواد؟ نه؟ خب از کجا معلوم که من و خانومی که بیرون رفتن هر دو شهروند نباشیم خانم؟ پس شما دقیقاً قضیه رو جوری عنوان کردی که به ضرر من و به نفع خودتون برداشت بشه. متاسفانه شما هم جز به اون تارگت های من اضافه شدین خانم، به جهت اینکه من که خودم میدونم شهروندم و شما هم به هر حال امشب متاسفانه برخلاف حرفی که شما زدین، درسته که ممکنه شهروندا از بیخوابی خوشحال بشن، ولی ما میتونیم جان سخت رو هم در واقع داشته باشیم توی شب و حرفه ایمون تو شب که در واقع شهر رو نجات بده. و متاسفانه این بیخوابی باعث شد که ما این جان سخت استلامشو و حرفه رو نتونیم کارش انجام بده. درسته؟ من متاسف شدم که بیخواب شدیم. خدمتتون عرض کنم که میخواین در واقع دوستان شهر این ریسک رو بپذیریم، منم بگیم بیرون و شاید سه نفر شهر بیرون باشیم، شاید یه نفر مافیا باشه، ولی بدونین که من جزو مافیا نبودم. سپاسگزارم، متشکرم از اینکه به زمان احترام میذارید. بفهمید خانم آبدی، من فقط یه چیز میخوام بگم و اونم اینه که به نظر من پیشنهاد میکنم که خیلی هوشمندانه تر عمل کنیم. من الان وقتی دارم صحبت رو گوش میکنم اتفاقا هم متین جون هم روزیتا جون حس شدیدی دارم که شهروند هستم، شهروندای خوبی هستم، و متاسفم که ما داریم تحت تاثیر قرار میگیریم و یک جریانی داره ما رو به سوی میبره که خودمون داریم با خودمون در میافتیم. تا به حال تارگت نزدم، ولی یک حسی به من میگه که باید به ترلان عزیز یک تارگت بزنم. نمیدونم چرا حسی هست، چون اول خیلی دفاع میکردن، یعنی خیلی در واقع خودشون تارگت میزدن و شرکت میکردن. جمله آخر لطفا. بله، ولی الان نمی کنم و سکوت کردم. سپاسگزارم. دوستان کسی چالش میخواد؟ نگار جان، روزیتا به متین میزنه، متین به روزیتا میزنه، بعد شما میگه جفتتون شهروندی؟ چطوری میشه همچین چیزی؟ استریولایک پدیده جدیه. بار دیگه نشون بدیم استریولایک. یعنی اصلا همچین چیزی هم که بعد یه دفعه تعلانی که اصلا تا الان حرف نزده، حالا یا اثر مافیا بودن حرف نزده یا اثر عاقل بودن، که من با شناختی که از بازیش دارم میگم اثر عاقل بودنش. نگار من الان تا الان حتی همین الان بهت شک ندارم، ولی یه ذره به نظرم داری دوگانه بازی میکنی یه ذره. خب دوستان ببینید، به لایک ها و دیسلایک هایی که دوستان میدن راجع به حرف های همدیگه هم دقت کنیم. خانم متین و خانم لاله خیلی با همدیگه همسو هستن، برای من مافیا یک ایشون، مافیا دو ایشون. لطف کنید امشب اجماع کنیم روی خانم ستوده، بفرستیمش بیرون و بخوایم که در واقع یه استعلام گرفته بشه که روی لاله هم مطمئن بشیم، ببینیم که آیا ایشون شهرونده یا مافیاست. سپاسگزارم. کسی چالش میخواد؟ بهاری عزیز، من وقتی که گفتم که این دو نفر هر دو شهروندن، اتفاقا داشتم یک اعتراض میکردم، پیشنهاد نه اعتراض، که بیشتر هر دو نفر بیشتر دقت کنن که از یک گروه هستن و تو گروه هم هستیم، شهروندیم، خودمون هوای همدیگر داشته باشیم و فضا ندیم به کسانی که از بیرون میخوان در واقع
به ما حمله بکنه. متشکرم. خانم سروده بفرمایید. خب بهاره عزیزم، اگه شهروندی شهروند بازی کن، اگه مافیایی مافیات هم خوب داری بازی میکنی. خانم قلی‌خانی عزیز، نمیدونم شما چرا اتهام رو سری برگردوندی به سمت من، به دلیل اینکه من کاملا فکت درستی آوردم، چون توی شب خانم غفاری رأی نیاورد. علت اینکه گفتم خانم غفاری رأی نیاورد 3 تا رأی بود، مافیاها میتونستن بهشون رأی ندن، و خانم نسرین 5 تا رأی آورد که مافیاها میتونستن توی اون 5 تا رأی باشن. و اینکه همه رو گفتم، و خانم قلی‌خانی متاسفانه با اینکه خیلی شناخت روی کاراکتر خودت دارم، ولی فکر میکنم مافیا رو خیلی خوب داری بازی میکنی، و من هم الان به شما اتهامو بک میزنم. شما دو نفر بر من مافیایی. سپاسگزارم. خانم پروانه، کسی چالش میخواد؟ نه دو تا مسئله. یکی اینکه شما اتهامی که به من زدید باید براش دلیل بیاری. اینجای بازی حسی بازی کردن اصلا نمیپذیرم، چون خودم حسی بازی نمیکنم. حسی از خانم اسکندری یه حس مافیایی گرفتم، هنوز 50-50، ولی پافشاری نمیخوام بکنم. دلیلتون برای دو تا مافیای 1000 چیه خانم غفاری عزیز؟ یعنی شما اگه یه نقشی هم باشی نهایتا یه مافیای 1000 به ما بدی، و حالا فکر میکنم این مافیاه. تا اینجای کار فعلا شما دو عزیز برای من خیلی مافیا شدین، یعنی دلیلای محکمم آوردم. خانم قلی‌خانی هم متین جان که بهش گفت فکر میکنم شهروندی، یه حسی یه قیافه ببخشید متین جان ولی من مافیام به خودشون گرفتن. پس تا اینجا فعلا با خانم اسکندری کاری ندارم، از کارگاه میخوام اگه هست استلامشون رو بگیره، اگه خواست به شما دو نفر رای میدم. و شما نفر آخر شما بفرم. کسی چالش نمیخواد؟ بفهم. خب بچه ها ببینین، موقعی که من دفاع کردم از خودم و موقع رای گیری من شد، 3 نفر به من رای دادن. مسلماً 2 نفر از اونا، اگر اون خانمی که بیرون رفته مافیا نباشه، 2 نفر از اونا حتماً مافیا هستن. شما از شهر خواهش میکنم به تارگت هایی که من زدم نگاه کنین، دقیق بشین، و خواهش میکنم اجماع کنین و اون کسانی که تارگت من بودن، خانم افشاری و خانم پروانه رو در بیاریم بالا، راجبشون رای بدیم. و واقعا خواهش میکنم از جان سخت که استعلام بگیره و ببینیم که چه اتفاقی. سپاسگزارم. خانم جاودنیا نفر آخر بفرمایید. خیلی پیچیده شد واقعا. همه ماشاءالله اینقدر خوب دارن بازی میکنن که حتی شهروندام دارن مثل مافیا بازی میکنن، برای همین تشخیصش واقعا برای من سخت شده. یعنی اینقدر دیگه راحت نمیتونم، من حتی رأیمو از روی یه اون آدمایی که فکر میکنم، اصلا الان از روزیتا رأیمو برداشتم. یعنی فکر میکنم که شهروند وقتی اینقدر قاطع داره دفاع میکنه از موقعیت خودش، و درست هم دفاع میکنه، یعنی محکمه پسنده به هر حال. بنابراین من رأی تارگتمو از روی خانم غفاری بر میدارم، ولی نسبت به خانم کیمیا خیلی الان مشکوکترم، به خاطر اینکه از ابتدا خیلی ساکتن، هر از گاهی فقط پاشدن یه گفتن که آخه چقدر حیف که مثلا 2 نفر رفتن بیرون. بنابراین الان روی خانم کیمیا و همین فعلا. سپاسگزارم. 5 رأی لازمه برای اینکه کسی بره توی دفاع. خانم اسکندری برسیم لطفا. رأی برای خانم اسکندری. 1 رأی دفاع نمی کنن. 2 رأی تأخیری. بچه ها تأخیری نهیدید تو بتونیم حساب کنیم. دفاع نمی کنیم بفهمیم. خانم افشاری 1 رأی، 2 رأی، 3 رأی دفاع نمی کنن بفهمیم. خانم باباییان 1 رأی، 2 رأی دفاع نمی کنن بفهمیم. خانم غفاری 1 رأی، 2 رأی دفاع نمی کنن بفهمیم. 3 رأی دفاع نمی کنن بفهمیم. خانم آبدی 1 رأی، 2 رأی دفاع نمی کنید بفهمیم. خانم قلی‌خانی 1-2-3 دفاع نمی کنید بفهمید. خانم ستوده بریستید لطفا. 1-2-3-4 دفاع نمی کنید بفهمید. خانم پروانه 1-2-3 دفاع نمی کنید بفهمید. و خانم جاودنیا رأی برایشون 1 رأی دفاع نمی کنید بفهمید. پس بنابراین دفاع نداریم، کسی تو دفاعی نیست.
مستقیم میریم برای شب سوم. با شمارش معکوس بنده 3 2 1 شب میشه. شب میشه، چشما رو ببندین لطفاً. فقط دکتر شهر بیدار شه، فقط با چشم بسته دوستان، فقط دکتر شهر بیدار شه. دوستان به خودتون اشاره نکنید، دکتر یک نفر رو نجات بده. دکتر یک نفر رو نجات بده. شما مطمئنم که شما شهروندی، یعنی حداقل اینجوری تا الان نشون دادی. لطفاً به جمله هامو خیلی دقت کنید. دکتر یک نفر رو نجات بده. به خواب دکتر سپاسگزارم. فقط گروه مافیا بیدار شن، مافیاها با هم مشورت کنن، کاری به صدای من نداشته باشن. من الکی اضافه کاری میکنم برای خودم این لالوها. مشورت کنم با هم، شکارشون رو انتخاب کنم و به من نشون بدن. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. مافیا بخوابن، مافیا بخوابن. کاراگاه، کاراگاه شهر بیدار شد. متشکرم، دیدم بخوابه، بخوابه. حرفه‌ای، حرفه‌ای بیدار شد. آیا میخواد شلیک کنه؟ حرفه‌ای هر شب امکان شلیک کنه. اگر که روی همشهریش اسلحه بکشه خودش بیرون میره، و اگر روی مافیا اسلحه بکشه طبیعتاً مافیا بیرون میره. روانپزشک بیدار شه. آیا روانپزشک کسی میخواد ساکت کنه؟ شکرم، دیدم بخوابه، بخوابه. جان سخت، جان سخت یک استعلامش رو سوزونده. آیا میخواد استعلام دومش هم بگیره در این شب یا نه؟ به من اعلام کنه، من ببینم. متشکرم، دیدم جان سخت بخوابه. با شمارش بنده صبح میشه، یک صبح دلپذیر. 3 2 1 صبح شما بخیر، صبح شما بخیر. جان سخت استعلام دومش رو هم گرفت. روان پزشک هم یک نفر رو ساکت کرد و طبق تشخیص روان پزشک سرکار خانم روزیتا غفاری امروز سکوت کنن بهتره. روان پزشک گفت بالاخره دکتره دیگه، درس خونده، حتما چیزی میدونه که ما نمیدونیم. تشخیص داد که خانم غفاری امروز سکوت کنن به نفعشونه. اینم از این. پس خانم غفاری شما فقط تایید، عدم تایید و تمام. کوچکترین صحبتی بفهمید مجبورم که تنبیه انضباطی کنم و از بازی اخراجتون کنم. این از این. و کشته شب، کشته شب، کشته شب داشتیم، کشته شب داشتیم. شب پرچالشی بود، پرزد و خوردی بود، ولی یک کشته داشتیم، یک کشته داشتیم. مریم مقدس سینما ایران، خانم شهروند گلی‌خانی، کشته شهروند گلی‌خانی، شب ما بودن. مریم مقدس سینما ایران، خانم شهروند گلی‌خانی. سلام دوستان، من شهروند هستم از تیم گلی‌خانی. بدون وصیت آخر، چون شات شب بودین، لطفاً
صحنه رو ترک کنیم. متشکرم. خسته نباشید. چون شات شب بودیم. لطفاً صحنه رو ترک کنیم. متشکرم. خسته نباشید. خانم ستوده و خانم پروانه و خانم جاوید نیا روی این میز منتقل بشین لطفاً. با همون ترتیبی که بودین دیگه ها. خیلی خوب. بعد از اینکه خانم قلی‌خانی هم تشریف بردن، حالا جواب استعلام جان سخت رو میدم. آخرین استعلامش بود که گرفت. از بازی شما سه عزیز خارج شدن. یک شهردار از بازی بیرونه که میدونستین، دکتر شهر از بازی بیرونه و کارآگاه شهر. بسیار شهر خوبی دارین، تبریک میگم بهتون. اوضاعش خیلی عالیه. نه دکتر داره، نه کارآگاه داره، نه شهردار و در وضعیت استیبل خیلی خوبیه. ادامه میدیم روز رو. سر صحبت خانم اسکندری بودن، 1 2 3 سرکار خانم غفاری که سایلنتن نمیتونن صحبت کنن، خانم آبدی سر صحبت و خانم بابایان انتهای صحبت. بفرمایید. بفرمایید بهاری جان. متین مافیای هزار منه و چون پشت دست لاله بازی میکنه مافیای دوم. متین تنها کسی که به شما تارگت زد خانم قلی‌خانی بود، تنها کسی، و توی شب خیلی بد مافیا بازی کردن. توی شب شما فقط خانم قلی‌خانی رو زدین. این اصلا چرا باید مافیا الان خانم قلی‌خانی که نه صحبت میکرد نه به کسی جز شما تارگت زد؟ من شما مافیای هزار منید، خواهش میکنم پشت دست من بازی کنید، متین رو بندازیم بیرون. من ایشون رو گردن میگیرم و پشت دستش خانم اسکندری تا این لحظه 50-50 دارم میگم، چون خانم اسکندری تو راستای بازی متین داره بازی میکنه. سپاسگزارم. نوبت خودتون بود. بفرمایید. واقعا شهر گل و بلبلی پیدا کردیم، مهمترین شهروندامون رو ما از دست دادیم. من خواهش میکنم بازم از این هوشمندتر باشیم. من فکر میکنم به عنوان یک انسان بالغ بخشی رو با منطق و بخشی رو با شهودم باید برم جلو. با شهودم خب تارگت رو زدم و تقریبا الان یکم ازش صرف نظر کردم، ولی الان یه مقدار روی خانم در واقع لاله اسکندری تارگت هم رو میذارم. هم متشکر. چالش من خانم آبدی، شما اولین کسی بودید که از ابتدای بازی گفتم که مافیا هستیم، ولی خب انقدر قشنگ بازی رو چرخوندین که نگاه ها رو از رو خودتون بردین. یه بازی خیلی با سیاست در سکوت. خانم افشاری هم خیلی پشت شما در اومدن در طول این مدت که چرا چون دقیقا شما من رو و خانم متین رو توی یه سایت گذاشتین و یهویی در واقع شرایط بازی رو به یه سمت دیگه ای بردین که به نظر من، حالا من به جد که همچنان نظرم رو شما هست، الان خانم افشاری تقریبا به اطمینانی رسیدن. من از شهروندای عزیز خواهش میکنم، ما خیلی فرصت خوبی داشتیم، ما 9 نفر بودیم و 3 نفر مافیا داشتیم، ولی الان 3 تا شهروند خوبمونه که همه موقعیت های خوبی داشتن و میتونستن به ما کمک کنن، مثل کارآگاه، مثل پزشک که میتونست ما رو سیف کنه. ما الان هیچ کدوم از اینا رو نداریم و به راحتی شب میتونن منو یا دوستان دیگه ای رو در واقع مورد اصابت گلوله قرار بدن مافیای عزیز و خیلی کارمون پیچیده تر شده. ازتون خواهش میکنم بذارید با چشمان بازتر بازی کنید و به پیشنهاد من خانم آبدی رو بذارید در اجماع. من تقریبا یقین دارم که ایشون مافیا هستن. بعد نوبت خانم افشاری. نوبت خودتون. خب بهاره عزیزم، همون جوری که عرض کردم تو خیلی خوب بازی میکنی. یا مافیا رو داری خیلی خوب بازی میکنی یا اگه شهروندی خیلی داری اشتباه قضاوت میکنی عزیزم. ما یه چیزی رو فراموش کردیم دوستان، اقلیت شهروندی که موندیم توی این بازی، یک حرفه‌ای توی بازی وجود داره، ممکنه که شب قبل حرفه‌ای اشتباه زده باشه. البته نه، اگه اشتباه زده بود خودش میرفت بیرون. عذر میخوام. ولی الان بهاره به خاطر شکل بازیت دقیقا تو مافیای هزار منی، چون من 100% شهروندم و این در انتهای بازی ثابت میشه به همه، به همه کسایی که اینجا هستن و همه کسایی که اینجا نیستن توی خونه ها ما رو تماشا میکنن. تو مافیای هزار منی و خانم قفاری همچنان مافیای هزار منی، ولی فکر میکنم امشب رو اجماع کنیم رو خانم افشاری. بعد سپاسگزارم. خانم پروانه بفهم. دوستان کسی چالش میخواد بفهم؟
خانم اسکندری لاله عزیزم، من فکر میکنم که هم خطاب به شما هم خطاب به همه دوستان، همطوری که در دور اول بدون هیچ گونه در واقع شناخت و شنیدن حرف طرف مقابل ما میایم و در واقع یک تارگتی رو به شخصی میزنیم و این حق رو برای خودمون قائل میشیم، در ادامه بقیه افراد هم این اجازه رو فکر میکنم دارن که نظراتشون رو تعدیل کنن. مثلا من نظری روی دوستی داشتم که الان تعدیل شده، یعنی به هر حال روی لایک ها دیسلایک ها فکر میکنم اگر بیشتر دقت بکنیم، چون بسیار ظریف هست این احساسات، یعنی و بادی لنگویج آدم ها خیلی خوب میتونیم بفهمیم. من خیلی عذر میخوام از شما، ولی از طرز هول شدن شما در یکی از دفعاتی که بلند شدین خانم لاله اسکندری، من یه مقدار عذر میخوام، تارگت هم نسبت به ایشون شدیدتر شد. خب سریع بگم بهاره عزیز، احساس میکنم اولین چالشی که گرفتی اینی که مستقیم به متین میگی این کارو کردی، متین با گروهش این کارو کرده. حالا اینکه مثلا اینو گفتی یه ذره احساس میکنم شاید فکر خودت این بوده و داشتی اینو که گفتیش سری، ولی حالا کاری ندارم. خانم نگار عزیز، همون جوری که واسه مافیا بودن من دلیل نیاوردین، واسه عقب کشیدن از منم دلیلی نیاوردین. خب اگه من چیزی گفتم میگفتین حرفات قانعم کرد و این نمیشه. من شما رو دارم، فعلا با شما کاری ندارم، یعنی ترجیح میدم دست بعد. فکر شما دو نفر خیلی شبیه به همه، یعنی خط فکریتون شده این دو نفر بهار جون به این دو نفر میگه، شما میگی خانم اسکندری و من الان این دو نفر برام شهروند میشن، چون شما به منی که شهروندم تارگت زدی و من میدونم شهروندم. حالا این شاید تکراری باشه، ولی به نظر من اجماع بکنیم. بعد اینکه مثلا میگین گردن میگیری، اگه شهروند باشه میبازیم دیگه، یعنی اینو میدونی که اگه تیرم بزنیم یا حتی حرفه اشتباه بزنه، شهر توی جای قشنگی نیست که بخوایم باریز کف بزنیم. به نظر من خانم عابدی بعد سپاسگزارم. خانم جاوید نیا بفهم، کسی چالش میخواد بفهم. خب من چالش رو از خود شما گرفتم، چون از اول بازی من اصلا ساکت نبودم، ولی یه دفعه روز قبل آخرین نفر بودین، دیگه هم ادامه نداشت که بتونم چالش بگیرم از خودم دفاع کنم. یهو به من گفتین سایلنت بودی و مشکوکی و منی که تا این لحظه هیچ تارگتی روم نبود، یه دفعه به من تارگت زدی. من از روز اول رو شما تارگت داشتم و الانم تارگت دارم. بین بهار جان و متین و روزیتای عزیزم یه دعواییه که یه دقیقه بهاره و متینن، یه دقیقه متین و روزیتا، یه دقیقه روزیتا و بهاره، اصلا نمیفهمم. همه به جون هم افتادن و من فکر میکنم دو نفرشون مافیان دارن دعوای زرگری میکنن. سپاسگزارم خانم جاوید نیا. خب من فکر میکنم که این اتفاقا دعوایی که راه افتاده بین متین و خانم افشاری یا لاله یا این دعوایه، اتفاقا فضای مهیا میکنه برای اینکه من به شما بیشتر مشکوک بشم، برای اینکه فضای امنی برای مافیا مهیا میکنه. حالا این که من تارگتم، مثلا واقعا گیج شدم، دلم نمیخواد اصلا حرفی بزنم که بعدن ازش پشیمون بشم، ولی همچنان روی شما تارگتمو دارم. نگار یه جوری حرف میزنی، نگار خیلی دو دل میکنی آدمو، یعنی یا خیلی توضیح میدی راجع به این که چی هستی، این توضیح زیادی هم به نظرم خراب میکنه. بعد بتونین کوتاه و موجز بگین که کی هستین. من الان انقدری که اینا دارن با هم میجنگن، یعنی مثل پینگ پونگ شده، بازی پینگ پونگ شده. من مثلا نگاه میکنم میگم خب لاله است، نه پس ستوده است، پس نه خانم افشاری. جمله آخر بنابراین هیچی، جمله آخر من نمیبندم دهنمو، سپاسگزارم. سپاسگزارم، مرسی. اینم فراموش کردم بگم، من که خودم تو چالشم از من چالش میگیره خانم عابدی عزیز. با اینکه خیلی خوب صحبت میکنن، ازتون میخوام که اگه فکر میکنین به عنوان شهروند با مافیا که صحبت نمیکنم،
ولی به عنوان شهروند اگه فکر میکنیم واقعا مافیان، به ایشون رأی بدیم و حرفشون قانعتون نکنه. یه اشاره‌ای هم داشته باشم به خانم جاویدنیای عزیزم که حداقل باید روی جون طرفتون رو معلوم کنی. یعنی الان یه طرف شدیم، من و خانم عابدی و بهار و متین، یکی از اینا رو حداقل باید معلوم کنی که اگه یکی رفت بیرون بازی ادامه داشت بدونیم طرف شما چیه. درباره داستان نشه فکر کنه یه چیزی که توشه. آه از صورت بکشی؟ فریاد بابا اولا شماره چی گرفتم گوشیشو حد کنم. من میرم استانبول یه آدم مهم رو ببینم، بلکه اون منو به خواستم برسون. یه جایزه نباره؟ تو جون بخوا بالا. حالا هم یه تپه مرام و معرفت در نور دیده نذاشته. چه نکن یه عصبی نباید پاش به مسابقه برسه. دستش برسه چی؟ ساخته ایران سه. یه وای مکه سرمون درد گرفته. عزیزان شهروند، خواهش میکنم که تبر به ریشه خودتون نزنیم و نزنیم شهرمون یهو از هم بپاشه. ببینید ما الان سه تا مافیامون به قدرت تو بازی هستن. یه دونه دکتر داریم که هر شب میتونه خودشون رو، یکی از کسایی که بیشتر در مزن اتهام هستن رو در واقع سیف کنه. در نتیجه کار ما تو شب خیلی سخته. من ازتون خواهش میکنم هر کسی که در واقع هم تیم منه هم ساید منه، ازتون خواهش میکنم بیاد و در طول روز یکی از کسانی که بهشون شک داریم رو ببریم توی اجماع و در دادگاه و بخوایم که از خودشون دفاع بکنن، به دلیلی که شب به راحتی، چون ما هیچ کسی رو دیگه نداریم، یه حرفه‌ای داریم که حالا ممکنه تیرش خطا بره و خودش هم از بازی بره بیرون و ما 6 تا شهروندیم، 3 تا مافیا با 2 تا حرکت غلط شهر رو دادیم رفته. من نظرم رو خانم افشاری و خانم عابدی، ازتون خواهش میکنم که روی یکی از این دوستان اجماع کنیم که حرفاشون رو تو دادگاه بشنویم. همین. سپاسگزارم خانم افشاری، بفرمایید. تلان جانم، چون شما تارگت معمولا اشتباه نمیزنی بهت میگم، موقعی که آقای دیرباز اعلام کردن که کیا بیرونن، به عنوان یک شهروندی که از دقیقه یک دارم از شهر دفاع میکنم و دارم بال بال میزنم، فکر میکنم که این شهر رو داریم میفرستیم خونه بخت، چون مهمترین آدمامون بیرونن. در نتیجه این دلیل اینکه فوری بلند شدم این بود که بگم اگه دارن دونه دونه آدما صحبت میکنن، صحبت های مفیدی بکنن در جهت نجات شهر. این مهمترین چیزیه. من هرگز پشت دست خانم عابدی بازی نکردم. شما به من گفتین یا شما گفتین نمیدونم، شما گفت. من هرگز پشت دست، یعنی حتی یک بار لایک نکردم. اصلا نمیدونم چرا این حرفو به من زدی. الانم بازی نمیکنم و اتفاقا میخواستم بلندشم بهشون بگم که شما به چه دلیلی تارگتات همینجوری شمال و جنوبه، یعنی یا به این ور میزنی یا به اون ور. یه چیز مشخص کنیم، الان زمانی نیستش که ما به همه بزنیم. یه نفر رو باید مشخص کنیم با اجماع و مطمئن باشیم که مافیاس بفرستیمش بیرون. من رد خون شبنم رو گرفتم رسیدم به متین. شاید هم اشتباه میکنم، نمیدونم. سپاسگزارم. آدم فهمیدین آدمای مهم و دست بوده میره خونه بخت؟ آره گفتم آدمای مهم و دست شهر رو داریم میفرستیم خونه بخت. کسی چالش میخواد؟ شما نفر آخرین، چون شما سایلنتی، بفرمایید. فقط یه چیزی میگم، یه ذره حرفه‌ای که تو بازی مونده، با توجه به همه اتفاقات و حرفایی که زده شد، امیدوارم خیلی دقت کرده باشه و نترسه و امشب بزنه. و اینکه ما خیلی راحت شهروندای عزیز داریم بازی رو میبازیم، کافیه که امشب یه شهروند دیگه هم بره بیرون. نوبت خودتون، بفرم. من حرفامو تارگتامو توی چالشم زدم. الان آخرین نفرم و جنبندی باید بکنم. هیچ جنبندی نمیشه از حرفامون کرد. روی شما تارگت هست، روی شما هست، روی شما هست، رو همه تارگت هست. چه جنبندی میخواییم بکنیم؟ الان میخواییم رو کی اجماع کنیم؟ آیا باید امروز هم هیچکی نره بیرون؟ لطفاً اجازه بدین با تأخیر دستا بیاد که ما بتونیم اجماع کنیم. اول از خود شما شروع میکنیم که سکوت دارین. بیستین لطفاً 8 نفر این با 4 رای تو دفاع میرین. رای برای خانم غفاری. 1-2-3 رای دفاع نمی کنید. خانم عابدی بیستین لطفاً. 4 رای لازمه برای دفاع. 1-2-3-4 شما دفاع میکنید. بفهمید. خانم ستوده بفهمید بیستین. یک رای دفاع نمی کنیم. بفهمین خانم پروانه.
یک رای دفاع نمی‌کنید بفهمید خانم جاویدنیا رئیسی لطفا یک رای دو رای دفاع نمی‌کنید بفهمید خانم اسکندری یک رای دفاع نمی‌کنید بفهمید خانم افشاری یک رای دو رای دفاع سه رای دفاع نمی‌کنید چهار رای دفاع می‌کنید چهار رای دفاع می‌کنید و خانم باباییان یک رای دفاع نمی‌کنید پس بنابراین دو عزیز در دفاع هستن اول سرکار خانم نگار آبیدی قیام بفرمایید در پیشگاه هفت قاضی محترم دفاع کنید خودتون من واقعا متوجه نمیشم که چرا خانم پروانه میگن که شما بدون دلیل در واقع تارگت من بدون دلیل تارگت نزدم من کاملا کاراکتر آدم رو مورد دید خودم قرار دادم خانم لاله اسکندری و خانم تعلان پروانه تا یک جایی ولی بعد تارگتم رو از روشون برداشتم تا یک جایی مشکوک بودن چون من روی بادی لنگویج آدم ها خیلی دقت میکنم تا حالا هم هیچ وقت در واقع ضرر ندیدم از این قضیه ولی در مورد خانم پروانه متوجه شدم که اشتباه بود ولی در مورد خانم لاله اسکندری بسیار مصمم هستم که ایشون مافیا هستن حق رأی شما رو گرفتم خانم اسکندری تو دفاعی هیچ اکس ندارید بفهم و این که در واقع فرمودن دوستان که من و خانم افشاری با هم دیگه در یک راست هستیم خیلی جالبه اتفاقا من خیلی باشون مخالف بودم چندین بارم دیسلایک دادم و از ابتدا هم گفتم که دقت کنیم به لایک ها و دیسلایک و اینکه بله ما اینجا اومدیم خانم جاویدنیا حرف بزنیم باید حرف بزنیم و این گیج کننده نخواهد بود سپاسگزارم خانم افشاری آقای دیرباز امشب استعلام داره جانسخت تموم شده استعلامش منو اگر از بازی دادین بیرون ای کاش متوجه بشین که چه اشتباه بزرگی کردین چون من خیلی به درد شهر میخوردم اما اونایی که الان به من رأی دادن همه اونایی هم که من بهشون مظنون بودم یعنی خانم اسکندری متین و خیلی ماجرا واضحه چون من از فکر میکنم دور دوم رو اینا سوء زن داشتم نمیدونم واقعا امیدوارم پشیمون نشی چون من اگر برم بیرون اتفاق بدی برای شهر میفته اصلا ممکنه مافیا شهر رو بگیرم با این سیستمی که دارین میرین سپاسگزارم دو تا عزیز تو دفاع هستن به خواب نیمروزی میدیم لطفاً چون میدونید که شهردار نداریم پس بنابراین اعلام دیگه نمی کنیم دو عزیزی که تو دفاع هستن بخوابین لطفا همه بخوابین میشمارم رأی خروج برای خانم آبدی برای خانم نگار آبدی نگه دارین تا بشمارم متشکرم دستا رو بندازین رأی خروج برای خانم بهاره افشاری میشمارم متشکرم دستا رو بندازین 3-2-1 ادامه روز چشاتون رو باز کنین سرکار خانم بهاره افشاری یک رای سرکار خانم نگار آبدی سه رای بنابراین خانم آبدی لطف کنید اینجا بیستین کارت حرکت آخرتون رو مشخص کنید با کمال احترام 2, 3, 4, و 6 مونده سه کارت حرکت آخر سرکار خانم نگار آبدی سرگیجه فیلم ماندگار آلفرد هیچکاک سرگیجه یعنی چی؟ یعنی یک دروغ قابل باور به ما باید بگین در مورد ارتباطات بازی ارتباطات خود بازی و کاراکترها و کاراکتر خودتون که دروغتون تایید بشه و بعد تشریف ببرید بیرون یعنی مثلا بگین پرسپولیس دیروز قهرمان نشد مثلا منظورینه این یه دروغه که همه میدونن دروغه دیگه نه چون همیشه قهرمان میشه راجب خودم میخوام بگم که من توی شهر کنار خانم قفاری ننشسته بودم تایید میشه بفهمید فهمودن کنار خانم قفاری ننشسته بودم توی شهر بفهمید متشکرم بسیار عالی آماده میشیم برای شب چهارم با شما شو محکوس من 3-2-1 شب شد لطف کنید چشماتون رو ببندید چشمای تیزبینتون رو ببندید دکتر که میدونید نداریم و پس بنابراین مستقیماً گروه مافیا از خواب بیدارشن مافیاها بیدارشن بقیه چشم بسته با هم مشورت کنن مافیاها گول اضافه کاری منو نخورین اصلا
من یک انسان فوق‌العاده اضافه کارم که این وسط بر خودم راه میدم. مشورت کنن، شکارشون رو مشخص کنن، به من اعلام کنن. دکتر لکتر، یک حرف رو نجات بده. خانم دکتر لکتر، متشکرم. بله، بخوابید. بخوابید، بخوابید. کاراگاه که عرض کردیم نداری. حرفه‌ای بیدار شه. حرفه‌ای آیا میخواد شلیک کنه؟ حرفه‌ای تأکید میکنم هر شب میتونه شلیک کنه، ولی به شرطی که اشتباه شلیک حرفه‌ای تصمیم بگیره. تأکید میکنم هر شب میتونه شلیک کنه، ولی به شرطی که اشتباه شلیک نکنه. حرفه‌ای تصمیم بگیره. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بازی بیدار شه لطفا. آیا میخواد کسی رو ساکت کنه؟ متشکرم. دیدم چون سختم که دیگه طبیعتا دیگه کالایی نداره، چون استعلاماشو گرفته و آماده میشیم برای صبح. یک صبح دلپذیر. 3 2 1 صبح بخیر رفقا، صبح بخیر، صبح بخیر. جان سخت که استعلام اصلا نداشت که بگیره، روان پزشکم تشخیص داد که همه میتونن صحبت کنن و خداحافظی میکنیم با 2 نفر. خداحافظی میکنیم با کچیش. کجا میخوا بری؟ مطمئن. خداحافظی میکنیم. مطمئنی ایش خالتونی؟ اه چجوری متوجه؟ چه شدون باز میکنی؟ نه چجوری؟ دومیش هم میتونم عطف بزنم کیه؟ دومیش هم میتونم عطف بزنم. اولیش که خودتونی، دومیش کیه؟ اسم بیاره لطفا. خانم افشاری. خواهش بشینید شما، ادامه بدید. خیلی قشنگ حرف زدین، شما تو بازی بمونید لطفا. اینقدر قشنگ حرف زدین، جایزه قشنگ حرف زدنتونه. خداحافظی میکنیم با انبازی قدیمی خودم در سریال در چشم باد، سرکار خانم لاله اسکندری. تشویق کنین لاله. ما هیچ کسی نداریم، یه حرفه‌ای داریم که حالا ممکنه تیرش خطا بره و خودش هم از بازی بره بیرون، و ما 6 تا شهروندیم، 3 تا مافیا، با 2 تا حرکت غلط شهر رو دادیم رفته. خب حالا خودت هستی یا نیستی بالاخره؟ نه خودت که جایزه رو دارم دیگه، چون انقدر باهوش بودی بمون تو بازی. درست گفتی. این ور چه خبر؟ حال شما خوبه خانم افشاری؟ بله. اینقدر محکم؟ بله خیلی. شما چی خوبی؟ میزان ترسیدی؟ عمو نترس، شما که تو سینما بزرگ شدی، نترس. نترس. الان بهتر. خداحافظی میکنیم با کلا قرمزی جمع، سرکار خانم بهاره افشاری. تشریف و خیلی مشکرم، خستم نباشین. شما سر صحبت و خانم تردان پروانه انتهای صحبت بفرمایید. بفرمایید. عذر میخوام، من انقدر هیجان دارم که دوست داشتم همین اول حرف بزنم. ممنونم از حرفه‌ای بازی، خیلی متشکرم از حرفه‌ای. دمت گرم حرفه‌ای. فکر میکردم که از شهروندها من زده شدم، که خدا رو شکر هنوز نزده شدم، ولی امشب شب خطرناکیه و اگر تو روز درست تصمیم نگیریم قطعا امشب من کشته میشم، چون دکتر هم نداریم توی بازی و من همچنان به زرس قاطع روی خانم قفاری اعتقاد دارم. نوبت خودتونه، بفرمایید. توی این 5 نفر دیگه خب خیلی مشخصه به نظرم حداقل 2 نفر مافیا هست، اگه یکیش 2 نفر مافیا به نظرم، 1 نفر یعنی ما بقیه‌مون شهروندیم به نظرتون. الان خیلی به ترلان شک دارم، چه موقعیت سختیه واقعا، و همچنان به جمله آخر کیمیا
نه جمله آخری ندارم، خیلی برام الان سخته، ببخشید. پس لطفا بفهمین نفر بعد. خب شما میگید دو تا مافیا تو بازیه، در صورت که به نظر من دیشب حرفه‌ای مافیا رو زده، درست هم زده و ما هم به لاله اسکندری عزیز شک داشتیم، هم به بهاره. یکیشون مافیا بوده، یکیشون شهر. و نگار آبدی هم که با دروغی که گفت کاملا مشخص بود که مافیاه. دو تا مافیا رفته بیرون، الان یه مافیا تو بازیه و من همچنان روزیتای عزیز و تارگت اصلی هستم. متشکرم. شما بفهمید. خب کار من خیلی سخته. راضی کردن سه تا شهروندی که اصلا کمک نمی کنن به من، به جهت اینکه من از اول بازی تارگت ها مشخص کردم. در شبی که بیرون رفتن یک مافیا و یک شهروند بیرون رفتن، ما الان اینجا سه تا شهروندیم، دو تا مافیا. دوستان عزیز شهروند، میخوام که حمایت کنن منو. اگر من برم بیرون بازی تموم، اگر من برم بیرون بازی تموم، و خودتون متوجه میشین که من بالاخره مافیا بودم یا شهروند. تارگت منو توجه کنین خانم ها. بفهمین خانم، خواهش میکنم، نوبت شماست. روزیتا جون ببخشید، ولی کاملا من توضیح دادم و همه قانع شدن که دو تا مافیا الان بیرونه. همین یکم شکم رو تو شک یقین بود، ولی یقین 100% شد. و اینکه از اول بازی روزیتا همیشه تارگت همه بوده، اولین نفر تارگت ها همه سمتش بوده و هنوز تو بازیه. خواهش میکنم روزیتا رو بدین بیرون، تکلیف شهر مشخص شد. دوستان عزیزم، من به ضرس قاطع بهتون میگم که یک مافیا الان توی بازی وجود داره. فکر میکنم بهتره که این دست رو حتی به خطا اجماع کنیم روی خانم غفاری و ایشون رو بدیم بیرون. یا شهر برنده میشه یا توی دست بعدی ما هنوز فرصت داریم. سپاسگزارم خانم پروانه. به کسی چالش؟ من باهات موافقم. متین برای من شهره، شما برای من شهری. روزیتا جون، کسی اصلا اینکه تارگت بهتون میزنه اصلا ناراحتی نداشت که بگین من با من همکاری نمیکنن؟ یعنی اون نقشه‌ام که من از شما میگرفتم که بیرونه. پس زیاد وقتتون رو نمیگیرم، منم این دست به روزیتا جون رأی میدم دیگه. پس بیستید خانم جاوید نیا، رأی برای دفاع کردن با سه رأی. شما پنج نفرید، با سه رأی میان برای دفاع. رأی برای خانم جاویدنیا، بینگو. بفرمایید خانم بابایان، رأی برای خانم بابایان، یک رأی، دفاع نمی کنن. رأی برای خانم غفاری، بیستید لطفا. خانم غفاری چهار رأی کامل، دفاع می کنید حتما. رأی برای خانم متین ستوده، دفاع یک رأی، دفاع نمی کنید. بفرمایید خانم پروانه، یک رأی کماکان دفاع نمی کنید. و تک دفاع سرکار خانم غفاری. قیام بفهمین یک بار دیگه. برای آخرین بار میگم تعدادتون کمه، اگر هر اکتی بدین حق رأی رو میگیرم و به ضرر سایدتون میشه. بله، من از همین الان اینجا اعلام میکنم که شهر باخت. متاسفم براتون. به هر حال سه نفر و متاسفانه شما هم که من مطمئن بودم شهر هستین، به جمع دوستان مافیا اضافه شدیم و بر علیه من رأی دادیم. حداقل الان رأی شما رو گرفتم. بله، من اکت به هر حال خوب بازی کردم، خوشحالم. دوستان که میبینن برنامه رو، به هر حال من فکر میکنم اونا تعیین کنندن. اصلا مسئله برد و باخت مهم نیست، مسئله اینه که کی درست بازی کرده و تمام سعیش رو کرده برای اینکه نقشش رو خوب بازی. لطف کنید همونجوری قیام کرده بیستین. سه رأی کافیه برای خروج خانم غفاری. منهای خانم ستوده، رأی ها رو میشکرم برای خروج خانم غفاری. اگر قانع نشدید، رأی ها رو میشکرم برای خروج خانم غفاری. سه رأی بله قانع نشدن. بفهمی خانم غفاری که کنار بنده بیستین و بین دو چهار و اینجا بیستین لطفا. دو و چهار و شیش. من چهار آقای اربعه رو. سلام آقای اربعه دارستیم؟ بله هست. چهار آقای اربعه میشه ذهن زیبا. یعنی چی؟ اگر شما یکی از این چهار عزیز رو دقیق بتونین
حدس بزنید که نقششون چیه، دوباره سر جاتون با احترام میشید. یه خود تمرکز کنید، دقت کنید، چون لحظه سختیه. متمرکز ببینید که کدومی که از این چهار تا عزیز رو میتونید حدس بزنید که دقیقا نه فقط سایدشون، دقیقا نقششون چیه. وجود جون کسی اصلا این که تارگت بهتون میزن اقام ناراحتی نداشت که بگید من با من همکاری نمی کنن. لحظه قشنگیه. رئیس مافیا بودن. کی اسم بیاری؟ خانوم تایید. نه تایید نمیشه، بفهمین. تشویقشون میکنیم، تشویقشون میکنیم. خیلی خب، میریم برای شب پنجم. 3-2-1 شب میشه. شب میشه، خواب 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 خواب، همه خیلی حساسه، شب حساسیه. دکتر که میدونید نداریم، شب حساسیه، همه خواب. مافیاها بیدارشن، مافیاها بیدارشن. من دست پدرخوانده رو فقط میبینم. سرکار خانم دکتر لکتر با بخش نجات دهندگان. خانم دکتر لکتر یه نفر نجات بدین. دکتر لکتر یه نفر نجات بدین. متشکرم سرکار خانم دکتر. مافیا بخوابن، مافیا بخوابن. کاراگاه که میدونید نداریم. حرفه‌ای بیدار شه، حرفه‌ای بیدار شه. آیا میخواد شلیک کنه حرفه‌ای؟ هر شب تیر داره حرفه‌ای. بله، بله، متشکرم. حرفه‌ای بخوابه. روانپزشک بیدار شه. کسی رو میخواد سایلنت کنه؟ بله، دیدم جان سختم که هیچ. پس 3-2-1 صبح بخیر، صبح بخیر. میدونم 5 شب رو پشت سر گذاشتید، 5 شب سخت بوده و احتمالاً خوابتون میاد. میتونید از مولتی کافه گلد استفاده کنید که خواب از سرتون بپرنه و کار رو براتون جمع بکنه. هنوز کماکان جلوتون هست. آب جوش هم میارن الان با مولتی کافه گل دریفش میکنیم کار در بیاد. خب، روان پزشک کسی رو ساکت نکرد. جان سختم که هیچی میدونید و خدافظی میکنیم با یک نفر. من برم. خیلی بودی حالا بودی. باز میخوای حدس بزنی این دفعه؟ آره. دیگه خودم. خب، خدافظی میکنیم با به هر حال تازه عروس سینما ایران سرکار خانم آتیس. ولی امشب شب خطرناکیه و اگر تو روز درست تصمیم نگیریم قطعا امشب من کشته میشم. امشب من کشته میشم. آتیس سوزیده. وصیت نداری؟ نه، وصیتتون رو اسمس کنید. خب، رسیدیم به اوج حساسیت بازی. اول از دوستانی که پشت سر هستن خواهش میکنم یه تابلو شام آخر زیبا در سکوت درست کنید، همونجا رو اون تابلو بمونی، چون میتونه یک عکس کوچیک بازی رو به هم بریزه. لطف کنید تشریف بیارید خانم بابایان اینجا. رسیدیم به جایی که 3 بازیکن موندن. با هم دیگه شما 3 دقیقه به صورت آزاد، یعنی نه چالش، نه نوبت، نه چی، به صورت آزاد صحبت میکنید. 3 عزیز با هم هر صحبتی دارید میکنید. بعد در نهایت من از شما سوال میکنم تعداد در واقع شهرونداتون کیه و بعد خدمتتون عرض میکنم که آخرین نفر 2 نفر با هم دست میدن. اگر به اشتباه باشه یا اگر به درست باشه چه اتفاقاتی میفته. 3 دقیقه صحبت کنید، تشخیص بدین توی 3 دقیقه که کی چیکار است. خیلی آزاد صحبت هم بپرید راحت. نظر من بفرم. از اول تو هیچ وقت تارگت من نبودی برای رویا جون. نظر تو هیچ وقت تارگت من چرا؟
خب چون از اول به نظر بازی کاملا سر از اول بودی شما به نگار جان ولی هیچ تارگتی نداشت نگار من از اول رو تارگت داشت این که رای دادن برای این که بره بیرون رای برای دفاعیش دادیم من الان تو رو سفید میدونم یعنی با تو دست میدم برای شما ببخشید وا یکی از شما دوتا خیلی عجیبه کی به نظرتون شهرونده؟ یا تو درست منو تشخیص نمیدی یعنی که نمیفهمی که من چقدر شهرونده مهمی بودم تا این لحظه که موندم آخه ندید شهرونده مهم که رفت چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ یه شهرونده دیگه هست که اون منم حالا این یا مافیایی؟ من مافیایی من واقعا الان با ایشون دست نمیدم ولی با تو آمادگی دست دادن دارم آخه این که منو میدونی اینقدر چیز یعنی تشخیص میدونم آخه از اول بازی من روی رویاجون یک دقیقه آخر تو همه چونه؟ نه اصلا هیچ دلیل قانع کننده ای نداری فقط گفتی رو من یه تارگیتی داری نه به خاطر اینکه یه جا به من تارگیت زدی من از اول بازی ساکت دقیقا همونجا رویاجون ساکت ترین بودن یعنی این دلیل الان شما یه ذره برای من مافیا نه نه شما یه دفعه به من یه تارگت دلیل زدین که من تا اون لحظه کلا هیچ کس به من تارگت نزد بعد شما به من گفتی سایلنتی در صورت که من 100% نه قشنگ به من بگی شاری تو چشات از دارم نگاه کنم بهت بگم شهروند به بهاره شک داشتین به بهاره این سوسو بودم واقعا حتی به بهاره واقعا شک نداشتم ولی به نگار از اول شک داشتم که نکنه اینه من هنوزم البته مطمئن نیستم بهاره یا لاله کدومش 30 ثانیه آخر خیلی با احتیاط سعی کردم به آدم رای بدم واسه همین بی خودی همینطوری تارو مار نکردم شما شهروندتون چیه؟ بین ما دو بگم که نه یعنی میخوام ببینم شهروند ترتون کیه آها بین تو و آخ بازی تو رو دیدم یه ذره میترسم وای شما مافیایی نه نه کیمیا نکنید من که خدا کنم من تو رو اصلا مافیا نمیدونم ولی من بازی هیچ کدوم تو برای من پس مافیایی برای اینکه میگی به ترانه دست میدی ولی به من دست نمیدی من از اول بازی من با فکت دارم اتفاقا میگم شاید خیلی کلیر تر از بقیه بازی کردم بدونی که کسی گمراه کنم شما فکت خیلی نه میگم گمراه کردی دوستان من یکی کی میپرسم که شهروندتون کیه از نظر شما شهروند شما کیه تل از نظر خانم پروانه شهروند کیه خانم از نظر شما شهروند کیه ترلان با خب چون دو تا رای به شما داده شد شما باید تصمیم بگیرید با کدومی که از این دو عزیز دست بدید لطفاً هر سه تاتون بیستین رو به این ور رو به این ور رو به این ور و من 5 ثانیه فرصت دیدم به خانم ترلان پروانه خانم ترلان پروانه تصمیم بگیره با کدومی که از دو طرف دست بده و بعد بازی رو مشخص کنید که بعدش کدوم سایه دیگه کسی یه برای سوال خیلی خوب 5 ثانیه رو شو بگم نسبت به خانم کیمیا خیلی الان مشکوکترم به خاطر اینکه از ابتدا خیلی ساکتم منی که تا این لحظه هیچ تارگتی رو نبود یه دفعه رو من تارگت زدم انتخاب کن ترمون رو فهمم دست بده شرط میدم مافیا بازی رو برد باباییان مافیا بود پدرخوانده بود و خانم جاویدیا شهروند به شما استورد است آخه این قد واضح من از خواهی میکنم نه دردان تو اینجا بودی گوشه دفعه مرسی تانوار خودش رو بزرم به اون هاشم بازی برد این خانم کیمیا بابایا خیلی معقولن این خانم کیمیا بابایا شما همه بایی از اول بازی بابا
بود. با یه نفر یه تنه بردی آفر خیلی سخت بود. چند تا نکته رو میگم بهتون، اینا رو لطفاً رعایت کنید تو بازی که بازیتون خوب پیش بره. یکی که خیلی مهمترین بخش بازی اینه که توی دفاعیه، هر کس که اومد داخل دادگاه داره دفاع میکنه، به هیچ عنوان هیچ اکتی نداریم، یعنی لایک و دیسلایک، یعنی همون تایید و عدم تایید، به هیچ عنوان نداریم داخل دفاعیه. دومی مسئله که خیلی مهمه، خواهشن توی این بازی وقتی یک نفر داره صحبت میکنه، توی نوبتش کسی جوابشو نده، حتی اگه برخلاف میل شما داره صحبت میکنه، لطفاً چالش بگیرید یا تو نوبت خودتون صحبتتون رو بکنید. و اینکه حتماً یه خواهش آخری که دارم، تارگت بزنید و بازی با تارگت بره جلو و با نصیحت و پند و اندرز بازی جلو نره. خیلی ممنون. منم خیلی مخلص. فقط منم یه چند تا نکته رو بگم. چالش خواستید بدید، اول صحبتتون همیشه چالش رو بدید. به طور مثال بلند شدید خودتون رو معرفی کردید، بعدش بگید کسی چالش میخواد. اگر کسی چالش نخواست صحبتتون ادامه بدید. کسی هم که چالش میخواد تو همون یکی دو ثانیه اول بگه من چالش میخوام، دستش رو به این علامت بگیره، یعنی من چالش میخوام. این برای چالش دادن اول بازی. صحبتتون تموم شد دیگه نمیتونید چالش بدید و چالش بگیرید. حواستون باشه و اینکه نقشاتون رو خیلی مراقب باشید. از بغل نقش خودتون رد نشید، به کسی اطلاق نقش نکنید. یو بلند نشید بگید تو رئیس مافیایی. گرداننده اجازه نداره شما رو بار اول سایلنت کنه. اگر دوباره این اتفاق بیفته میتونه شما رو از بازی حذف بکنه. پس گرداننده این اختیاراتو داره. خواهش می‌کنم همه داخل روز شهروند ساده و مافیایی ساده هستن. شما میتونی به این نفر بگی مافیا و به این نفر بگی شهروند. کاراگاه بازی و حرفه‌ای بازی دو تا شخص هستن که میتونن نقششون خیلی راحت دو بدن. اگر گرداننده احساس بکنه شما داری از بغل نقش رد میشید، شما رو در جا سایلنس میکنه، یعنی میگه ساکت، صحبتتون همون لحظه قطع میکنه، بشینید. شب میتونه شما رو جزو کشته های شب بخونه و بازی از بتون بکنه. وقتی که ما اعلام میکنیم جمله آخر، احترام بذاریم، چون به هر حال باید همه مساوی تایم داشته باشن. آره. لحظه ای که گردان هر پلیر 30 ثانیه ترن خودش رو میتونه صحبت کنه، 30 ثانیه هم چالش. سر 25 ثانیه گرداننده میگه جمله آخر، تو 5 ثانیه ببندید. اگر کسی بعد از اینکه گرداننده گفت مرسی بفرمایید صحبتش ادامه بده، باز هم گرداننده میتونه شما رو سایلنت بکنه. بی انضباطی باشه. آره. سایلنت انضباطیه. بعد شما خودتون داخل بازی اذیت. آره، متشکرم. خواهش می‌کنم. مرسی بچه‌ها. مرسی. خیلی مخلصم. مرسی. خسته نباشید. مرسی. آشنایی نداشتم وقتی که اسمم شد که بیام توی پروژه همکاری کنم. ترجیح میدم همه به چش بازی نگاه کنیم بهش، ولی ترجیح هم اینه که من شهروند باشم. اصلا نقش مافیا یا خیلی بازی جذابیه، یه ذره سخته به خاطر اینکه مافیا باشی باید دروغ بگی، شهروند هم باشی که باید قضاوت کنی، قضاوت هم ممکنه اشتباه باشه. سلام، من رویا جاودانی هستم. بله قبلا بازی کردم با دوستانم. دروغ البته خیلی سخت میگم، بیشتر شهروند دوست دارم، زیاد دوست ندارم دروغ بگم، ولی مافیام بشم خوب سعی میکنم خوب بازی کنم. من دوست دارم که شهروند باشم و توی شهروندا خیلی دوست دارم کارگاه باشم. شهروند جان سخت و حرفه‌ای.
وقت اولین دستی که همه با هم داریم بازی میکنیم، هنوز هم دیگر خوب نمیشناسیم، شده دست بعدی بهتر میشه. دلم نمیخواد قضاوت اشتباه بکنم، خیلی میترسم. از تمرین ها خیلی بهتره و من خیلی خوشحالم، چون سکوت میکردم فکر کردم مافیا، در حالی که من در سکوت بازی میکنم، چه شنوند باشم چه مافیا. والا با بازی هایی که رو انداختم، ولی من در نهایت بکنم اون دقیقه نوبت شهر برنده شد. شهر برنده شهر عالی، خیلی هیجان زده بودیم که برنده، امیدوارم از هیجانش کم نشد. See you.